دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسات قبل با چهار تا از خواص لگاریتم آشنا شدیم من اینجا لیست این خواص رو نوشتم تا با هم مرور بکنیم خاصیت اولی که یاد گرفتیم خاصیت توان بود به این صورت که یاد گرفتیم لگاریتم B به توان C در مبنای A برابر با C ضرب در لگاریتم B در مبنای A خاصیت دومی که یاد گرفتیم خاصیت جمع بود به این ترتیب که یاد گرفتیم لوگاریتم حاصل ضرب برابر با جمع لوگاریتم هاست به این صورت که لوگ بی ضبدر c در مبنای a برابر با لوگ بی در مبنای a جمعش با لوگ c در مبنای a خاصیت سومی که یاد گرفتیم خاصیت تفریق بود به این طریق یاد گرفتیم که لگاریتم حاصل تقسیم برابر با تفریق لوگاریتمها. ها به عبارت دیگه لوگاریتم B تقسیم بر C در مبنای A برابر با لگاریتم B در مبنای A منهای لگاریتم C در مبنای A و اما خاصیت چهارمی که یاد گرفتیم خاصیت تغییر مبنای لگاریتم بود و این خاصیت رو به این صورت میتونستیم بنویسیم که لگاریتم B در مبنای C برابر با لگاریتم B در مبنای A تقسیم برای لگاریتم سی در مبنای خب حالا که این چهار خاصیت رو یاد گرفتیم بیایم با همدیگه معادله لگاریتمی حل بکنیم معادله لگاریتمی رو سعی کردیم به طوری انتخاب کنیم که مجبور از خاصیت هایی که یاد گرفتیم حسابی استفاده بکنیم معادله از این قراره که از ما خواستن x رو پیدا کنیم در صورتی که لوگ x به اضافه لوگ 3 برابر باشه با دو تا لگاریتم 4 منهای لوگاریتم دو وقتی که میگم لوگ احساس میکنم خیلی صمیمی شدم و احساس میکنم با خودم اصلاح کنم بگم لوگاریتم ولی شما هر جور راحتید بگید اول از همه یه نکته خوبی تو این مثال ما یاد میگیریم و یا یاداوریه وقتی که مبنای لوگاریتم رو نوی نویسن منظورشون اینه که مبنای لوگاریتم ده بوده یعنی اینجا لوگ x در مبنای ده بوده که نوشتنش لوگ x و یا اینجا لوگ لگاریتم 3 در مبنای 10 بوده و یا لگاریتم 4 در مبنای 10 بوده و یا لگاریتم 2 در مبنای 10 بوده ولی من هم همچنان دیگه مبنا رو نمی نویسم چون این یه قاعده است که همه جا مورد توافقه که اگر شما مبنای لگاریتم رو ننویسید به این معنیه که لوگ مبنای لگاریتم 10 بوده اگر مبنای لگاریتم چیز غیر از 10 اون موقع حتما باید بنویسید پس ما هم اینجا دیگه مبنای 10 رو نمی نویسیم تا در زمانم جویی شده باشه اول از همه من میام سمت چپ این تصاویر رو ساده میکنم با استفاده از خاصیت شماره دو درسته تو خاصیت شماره دو یاد گرفتم که حاصل لگاریتم حاصل ضرب بی سی برابر با جمع لگاریتم b به اضافه لگاریتم سی پس برعکسشم هم صادقه یعنی وقتی که لگاریتم c در مبنای آب به اضافه لگاریتم b در مبنای آر داشته باشیم برابر با لگاریتم بی سی ضرب در آب. پس اینجا هم لگاریتم x در مبنای 10 به اضافه لگاریتم 3 در مبنای 10 با توجه به خاصیت شماره دوم لگاریتم میشه لگاریتم 3x در مبنای 10 که مبنای 10 هم لازم نیست بنویس. خب حالا سمت راست تصاویرمون رو باید ساده بگیریم. اول از همه من میام سراغ دو تا لگاریتم 4. دو تا لگاریتم 4 رو بچه با چه خاصیتی میتونم ساده بکنم؟ یه نگاه به خواص بندازید. من که نگاه میکنم اولین چیزی که به چشم میاد خاصیت شماره یک. یعنی که سی تا لگاریتم بی در مبنای A برابر با لگاریتم بی به توان C در مبنای پس این را هم دو تا لگاریتم چهار برابر با لگاریتم چهار به توان دو منهای لگاریتم دو در مبنای ده. خب به نظر من هنوزم باز میشه پس من اینجا بنویسم که از چه خواصی استفاده کردم من از خاصیت شماره یک و دو استفاده کردم و ساده کردم معادلم اما بازم با از یه خاصیت دیگه میتونم استفاده کنم و سمت راست تصاویم رو ساده تر بکنم خاصیت دیگه ای که میتونم استفاده کنم چه خاصیتیه ما اینجا تفریق لوگاریتم رو داریم پس بعد از خاصیت تفریق استفاده کنیم خاصیت شماره سهمون که به میگفت تفریق لوگاریتم برابر با لوگاریتم حاصل تقسیم پس در نتیجه من اگه بخوام طرف راست و سا... طرف راست معادلهمو ساده‌تر بکنم لگاریتم 4 به توان 2 منهای لگاریتم 2 برابر میشه با لگاریتم 4 به توان دو تقسیم بر دو. خب پس اینجا ما از خاصیت شماره 3 استفاده کردیم و ساده‌تر کردیم معادله حالا من میگم 4 به توان دو هم میشه 8 و 8 هم تقسیم بر دو ببخشید 4 به توان دو بچه ها میشه 16 شما از این اشتباهات محاسباتی یه وقت نکنید چهار به توان دو میشه 16 16 هم تقسیم بر دو میشه 8 در نتیجه لگاریتم 3 x برابر شد با لگاریتم 8 حالا اگه یا عددی باشه که ده به توان اون برسه به برابر با 3x باشه و همون عدد اگه ده به توانش برسه برابر با 8 میشه در نتیجه میتونیم نتیجه بگیریم 3x برابر با 8 در نتیجه x برابر با 8 پس ما با استفاده از خواص لگاریتم این معادله لگاریتمی رو حل کردیم و x رو به دست آوردیم خب این یه مثال از حل معادلات لوگاریتمی بود توی جلسات بعد باز هم از لوگاریتم مثال حل میکنیم تا دستمون به استفاده از خواست لوگاریتم بیشتر عادت بکنه در واقع ذهنمون بیشتر عادت بکنه مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافظ